مبارزه نفسگیر در خیابان‌های پایتخت. برخی اینگونه در تلاش کسب آرای بیشتر هستند. سقف و دیواری از تبلیغات ساختند تا تصویر ماندگارتری را بر اذهان حک کنند. بوسترها و بیلبوردهای رنگارنگی که با شعارهای بلند پروازانه ای هم همراه شده. این کرسی جایگاه یک زن مسلمان است. شعار نامزدی است که سرسختانه برای ورود به مجلس مبارزه می کند. زنای مسلمان هم حق دارن. این تنها به این نیست که برای ما شما میگن که شما حق شرکت ندارین. این حق دین ما برای ما داده، اسلام برای ما داده، پیامبر برای ما داده، خدا برای ما در نهایت داده. این حق ماست، ما میتونیم که شرکت کنیم، هیچ مانعی شرعی نداره. این منظور ما بوده از این شعار ما. حالا چشم انداز خیلی از خیابان‌های کابل شده پوستر و بیلبوردهای تبلیغاتی نامزدان انتخابات پارلمانی. اینجا در یکی از خیابان‌های کابل تمام پایه‌های برق بار عکس‌های نامزدان را به دوش می‌کشند. عکس‌های رنگین با شعارهای گوناگون از تأمین عدالت اجتماعی تا صلح و امنیت که حکومت هم طی سال‌ها نتونسته به آن برسه. حل مشکلات ترافیکی کابل از اولویت‌های کاری من. از ساخت جاده تا بیمارستان و زدن پل بین دو کوه معروف کابل، از شعارهای ظاهراً دلچسب اما خارج از حیطه صلاحیت کاری نامزدان. تقریباً تمامی شعارهای نامزدان این دوره انتخابات خیلی عوام فریبانه و در واقع هیچ نوع همخوانی با وظایفی که برای اعضای مجلس بر اساس قانون اساسی افغانستان داده نیست. اما در کنار این عقلانیت سیاسی مردم به همون میزانی است که در واقع شعارهای پوپولیستی و عوام فریبانه بسیار جذاب است. شعارهایی که در سطح خیابانها خود نمایی می کنند شاید ساعتها اذهان عامه را درگیر کند. شعارهایی که این روزها به سر گرم بحث‌های داغ کاربران شبکه‌های مجازی هم شده. ما برای شما مساجد می‌سازم یا بورس‌های تحصیلی رو مهیا می‌کنم، اینا از یک توان یک وکیل نیستن. شعارهای رنگارنگ را قبلا ما شنیدیم. یعنی فقط شعار کافی نیست برای کسی که خود کاندید می‌کنه. در بعضی از پوسترها عکس فرد دوم و سوم هم رخ می‌زند. استفاده از نفوذ یک رهبر نسبتاً پرنفوذ راهی دیگر برای نفوذ در دل رای دهندگان. بیش از 2500 نامزد برای کسب 249 کرسی مجلس با هم رقابت می کنند. نسرین نوا، بی بی سی، کابل.